اما امشب میخوام خب یه مقداری از این پوسته خارج بشیم و من ببینم که شما به عنوان یک ایرانی، نه به عنوان، همونطور که صحبت کردید گفتید من به عنوان ایمان فروتن نظرات ایمان فروتن رو میگم، این به هیچ وجه شما سخنگوی نهاد مردمی نیستید امشب، درسته؟ نظرات خودتون رو میفرم. خب ولی به هر حال وقتی آدم به طرف یک سری نهاد میره یه سری شخصیت ها هستن، اینا رو میشناسه، با اینا آشنا میشه، باید اعتقاد به اینا پیدا کنه، باید اینا رو باور کنه. همه این مقدمات رو میچینم که آروم وارد ماجرا بشه. من میخوام بدونم که شما نسبت به آینده ایران به عنوان یک ایرانی چی فکر میکنید؟ اگر قرار باشد که شما بخواید مشارکت داشته باشید و با این ترتیب مشارکت دارید، شمای فردی منظورم نیست، شمای نهاد مردمی یا شخصیت هایی که این رو بنیان میگذارن، شما میخواید در ساختن آینده ایران حضور داشته باشید و امروز تمام این تلاش هایی که میکنید برای این است به اون فردا برسید، وگرنه اصلا دلیل معنی نداره اصلا این حرکت ها. شما به عنوان یک ایرانی اگر ازتون بخوان مردم که ایران رو اداره بکنید، صحبت پادشاه شدن شما نیست، صحبت رئیس جمهور شدن شما نیست، صحبت اینه که خب حالا که نشدید آقا نشدید بله بله، حالا مثل هم دیگه هستیم بقیرن راحت میتونیم با هم صحبت کنیم. شما آینده ایران رو چه به حال یه موازینی دارید، اون موازین چیه؟ چه جور ایرانی مورد نظرتونه؟ میخواد یه ایرانی داشته باشید شبیه آمریکا، یه ایرانی داشته باشید شبیه سوئد؟ خب مناسبات و روابط و اصولی که بهش معتقد چیه؟ میتونید اینا رو یه مقدار توضیح بدید؟ سعی میکنم. اجازه بدید که قبل از هر چیزی من درودی داشته باشم به همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان، به خصوص عزیزانمون در داخل کشور، عزیزانی که از طریق سایت بیلوکس الان از ایران و غیره دارن برنامه رو گوش میدن و به همچنین عزیزانی که مخاطب و بیننده برنامه جناب علی هستن، جناب فروزنده. اجازه بدید قبل از اینکه این سوال سوم بدم که جواب شدم نوشتم، در رابطه با برداشتی که شما از دیشب از نهاد مردمی فرمودید یک مقدار دو سه تا جمله تکمیلی بگم. نهاد مردمی همونجوری که شما فرمودید ابزاری خواهد بود و هست. مثال بسیار جالبی دارید در رابطه با یه سلفون و یوتیوب و ندا و غیره، و همینطور این جنبشی که به نام جنبش سبز در دنیا میشناسن فقط پارسال شروع شد، در صورتی که 30 و چند سال مردم دارن مبارزه میکنن. تازه یه سال مردم دنیا میگن ای بابا مردم راضی نیستن با جمهوری اسلامی و جنبش سبز و غیره. من سخن تکمیلیم در این هستش که هنوز ممکنه که امکان داشته باشه که برای برکناری و انحلال حکومت ملاها به اون صورت هم احتیاج به کامپیوتر و نرم افزار و دوباره مجازی نباشه، ولی کن ما باید برگردیم دوباره من اشاره بکنم به هدف نهاد مردمی. هدف نهاد مردمی این نبود که بگه ما با سافت‌ور و نرم افزار میایم حکومت ملاها رو برکنار میکنیم، بلکه بیایم اون انسجامی رو که به نظر بسیاری از ما لازم هست برای رسیدن به پروژه های انحلال و برکناری از یک نقطه شروع بیطرف شروع بکنیم که بسیاری از اشکالهای 32 سال گذشته رو جلوگیری بکنه. به نظر من این مهمتر این که تا چگونه نرم افزار بخواد که کمک به برکناری بکنه. به نظر من بعد از این 10 سالی که من در این مجامع رفتم و نشست ها و بلند و پاشو شهرهای مختلف، اشکال اصلی این 15 تا بودن که اگر جمع بخوایم بزنیم جمع این 15 اشکال کلی چی بوده، در حال حاضر عدم اعتماد هست. هیچ کس به هیچ کس اعتماد نداره. هر کی میخواد کاری بکنه آقا میگن یا این برای پول اومده یا مزدوره یا چی میخواد و غیره. بنابراین این نهاد مردمی بزرگترین کاری که تا الان کرده و امیدوارم انجام بده این استش که به قدری شفاف و مردم سالار و دموکراتیک کار بکنه از طریق اینترنت که دیگه هیچ کس دوست و دشمن و
مزدور جمهوری اسلامی نتونه بگه آقا این توش کلک بود، خودشون رفتن آقای فروزنده و فروتن 6 نفر دیگه نشستن رئیس شدن و رئیس هیئت امنا شدن، پولا رو چی کار میکنن. این باعث اعتماد میشه، اعتماد که بیاد همکاری شروع میشه، همکاری که بیاد انسجام میاد، بعد از اونش حالا خواستن نرم افزار استفاده بکنن میکنن. نه من حتی حد میذارم ممکنه 3 ماه 6 ماه دیگه وقتی هیئت امنا انتخاب شد و این راه افتاد، این سازمان و پول داشت و بودجه در داشت، اصلا نرم افزار نمیخوان، یه وبسایت معمولی مثل سایت‌های دیگه درست میکنن، میشه نهاد مردمی. پس این بیشتر در رابطه با نقطه شروع بوده تا اینکه عملا ابزاری باشه برای اصل برکناری. فقط میخواستم اینو تکمیلا بگم. در رابطه با ایمان فروتن که آینده ایران چگونه میبینه، من سال 1975 اومدم آمریکا، دبیرستان اندیشه رو تموم کردم، 18 سالم بود، دیپلممو گرفتم، تازه دانشگاه شلوغ شده بود، پدر و مادرم فرهنگی بودن، فهمیدن که مثل اینکه دانشگاه 6 ماه بسته 6 ماه بازه، خوشبختانه تونستن و گفتن ایمان برو آمریکا. رفتم اورگان، 2 سال دانشگاه اورگان بودم، از سال 1977 تا الانم در دانشگاه ایروان اورنج کانتی بودم و هستم. پس من زندگی رو در آمریکا دیدم، بنابراین به هیچ وجه نمیتونم تصمیم بگیرم یا نظر بدم آیا زندگی در کشورهایی که بیشتر سوسیالیست هستند مثل سوئد و دانمارک و اینا که مالیات ها 70% هست و ولی خب همه بیمه مجانی دارن و بسیار رفاه دیگه، آیا اون بهتره یا آمریکایی که در زندگی کردم. ولی در خود آمریکا که همین در چند سال گذشته فرق بین مثلا ادمنستریشن آقای اوباما رو میبینم یا قبلی اون حرفا، من خودم رو بیشتر با اون سری اشخاص که میبینم که با وجودی که به نظر خودم و کسانی که من میشناسن قلب رئوفی دارم و دوست دارم که همیشه کمک بکنم به مردم تا اونجا که میتونم، فرق نمیکنه. خب البته ایرانیان بیشتر، کسان دیگر هم خب از 20 سال پیش من ماهی 20 دلار دارم به ورلد ویژن میدم، 200 بچهای سیاه پوست توی نیکاراگو این حرفا، ولی من اعتقاد به این دارم که باید سیستم انترپرایز باشه، سیستمی مثل سیستم آمریکا که رقابت‌های سالم باشه در رابطه با اینکه شما به مردم موقعیت‌هایی رو درست بکنید که بتونن در کمال سلامت با هم رقابت بکنن، امید داشته باشن به اینکه یک ماشین بهتر بخرن، یک مسافرت بهتر برن، یک دفتر و صندلی بهتر داشته باشن، تا اینکه احیانا بره به سیستم سوسیالیستی و کمونیستی که همه بگن خب فرق نمی‌کنه، من دکترم باشم همین یه اتاقو دارم و ورزشکارم باشه همین یه اتاق، و دیدیم و نتایج هم در این دنیا دیدیم که به کجا رسیده، اکثر سیستم های کمونیستی و چپ به اون سر از بین رفتن و یکی دو سه تا مونده، و سوسیالیست هم که الان در اروپا وضع خرابه مثل از یونان شروع شده و جاهای دیگه، حالا کم کم داره به آمریکا میرسه، امیدواریم که آمریکا بتونه زودتر جلوگیریشو بکنه. ولی در رابطه با ایرانی که من دوست دارم، ایرانی است که در وهله اول همین 5 اصلی که درش هست، آزادی باشه، آزادی که حداقل من تونستم در آمریکا لمس بکنم و حس بکنم. من وقتی که وارد آمریکا شدم یه پسر 18 ساله بودم، سال اول فقط یه دوچرخه داشتم و در این 30 سال اومدم چند تا کمپانی باز کردم، دکترامو گرفتم، مقام گرفتم هیوز ایرکرافت و نورتروپ، و الان هم میتونم با زبان فارسی. یعنی شما خودتون رو یک آدم متوسط عادی میدونید که تونستید این امکانات رو داشته باشید؟ حداقل شروعم آدم متوسط عادی بود. من از شروعش متوسط نبودید؟ چرا؟ خب من پدرم دبیر شیمی بود، خدا بیامرز، در دبیرستان آذر و فرهنگ روزی 16 ساعت کار میکرد، خسته و مرده، شب ساعت 6 و 7 شب میومد میگه ایمان جان ببین گچهایی که من خوردم حرف نمیتونم بزنم. مادرم رئیس دبیرستان شیرین بود که میدونم خواهرای دو تا خواهرای من شاگرد مادر شما بود، دبیر بودن، معلم بودن، دبیرستان شیرین شدن، مجتمع بوهرسینا. پس من خودم متوسط میدونم، نه پول داشتیم نگاشتیم. اولا پدرتون در دبیرستان آذر دبیر بوده، مروی نگرش دارید، دریم جلوتر، یکی از برجسترین دبیرستانهای ایرانه و یکی از گرونترین دبیرستانهای ایران بوده در زمان خودش، و پدر شما یکی از دبیرانی بوده است که دستمزدش از متوسط دبیران در ایران بالاتر بود. خب پس شما هم اجازه نگه بداری. نه خیلی من وای میستم باشه برای این که البته حالا لازم باشه. نه میخوام برسیم به جایی که میخوام بهتون بگم شما خیلی متوسط نبودید و این امکان رو داشتید که به هر حال با حمایت یک پدر و مادر آگاه در 18 سالگی این شانس رو پیدا بکنید بیایید به آمریکا. خب همینجا رو من اجازه بدین توضیح بدم. پدر من
وقتی که این صحبت‌ها رو با هم می‌کرد و به احتمال زیاد دبیرستان آذر بود، وقتی که به دنیا اومد یا دیپلمش رو گرفت که آذر نرفت. پدر من در بابل به دنیا اومد. درست. 18 سال در بابل بود، بعد مثل این که اومد تهران، بعد سالها در دبیرستان مروی فرهنگ دولتی کار عبود. کرد. حقوقش اینا بود، بنا به ارزش، بنا به همه اینها، هیچ کدوم فقط بنابراین مقیاس، هیچ کدوم من تردید ندارم. بنابراین اگر واژه متوسط هست، من شاید طبقاتی شما رو میبینم، یعنی شما دست پرورده خانواده فرهنگی آگاهی هستید که متوسط بالای جامعه است. خب پس شما الان متوسط درسته؟ خب در ایران داریم نگاه میکنیم دیگه. ولی خب این من... امکان رو پیدا میکنه که به مجرد اینکه حس میکنه عدم ثبات رو، فرزندش رو به فضای بهتر برای تحصیل میفرسته. درسته یا نه؟ درست. و شما اون شعور و آگاهی رو داشتید که از این امکانات به نحو درستی برخوردار بشید، استفاده بکنید و بیایید و خودتون رو به بالاترین مدارج تحصیلی و شغلی برسونید. بله، فقط من یک کامنتینگ میخوام بگم که همش بر مبنای توان فردی شما نبوده، یک زمینه‌ای وجود داشته و شما جزو کسانی هستید که از اون زمینه به خوبی بهره برداری کردید. 100%. فقط اینو می‌خواستم، این درست هست با این شرط که وقتی شما می‌فهمید متوسط یا متوسط بالا، آیا مقیاس شما آگاهی خانواده هست، سواد هست، پول هست و غیره است؟ من هنوز متوسط میدونم. حالا متوسط بالا رو نه نه ببینید، متوسطی میدونم که میتونه بلیط هواپیما رو برای بچه‌اش تهیه بکنه، برای چند ماهی یا یک سال یا دو سال هزینهش رو تأمین کنه تا فرزندش اینجا دست و راست و چپش رو پیدا بکنه و اون رو ساپورت بکنه تا بتونه سرپا بشه. البته من موقع بورس داشتم، من اونجا حداقل یه سال اولی که بود بورس داشتم، بعدم در مدرسه دانشگاه درس میدادم، یعنی میگرفتم، ولی بحث پول هواپیما رو پدر مادر دادن. منشأ خانوادگی خوب خودتون رو نمیتونید انکار کنید و این و این ایراد شما نیست، امتیازی است که دارم داشت... از خانواده داشتید. بله اینو داشتید. من خانم زهره میرهیدر، مادر شما، هر روز تو خونه ای که من بزرگ شدم بحثش بوده، میشناسم کیه، البته از طریق خواهرم. بله. حالا شما آمدی در این فضا اینو تحصیل کردی، حالا میخواید که در واقع شما دو تا جامعه رو دیدید، یکی جامعه دوران نوجوانی ایران و یکی جامعه آمریکا. من میخواید که سیستم رقابتی آمریکا رو به عبارت دیگه فری انترپرایز، سرمایه‌داری رو ببرید به داخل ایران. درسته؟ که قبلا هم بود. نه الان که بهترش هست. از الان بیشتر با رسول شاه بیشتر یه سوسیال دموکرات بود، ولی آخوندا سرمایه‌دار کاملاً. بله، مافیا. بله. بله نه نه بله. مافیا که خستتشونه، درسته؟ بنابراین اینا سرمایه‌داری رو در معنی خاصش دارن میبرن.